سرخط خبرها خبر خیلی بد احیای برجام در خطر فروپاشی کامل اخراج ایرانیان از ترکیه 80 هزار ایرانی در مرز اخراج از ترکیه سفر بلینکن به منطقه برای گفتگو درباره پرونده ایران اطلاف عربی منابع تهدید در صنعا و در را هدف قرار داد و قرقا شمارات و سعودی در کنار هم به چالش ها پاسخ خواهند داد مشروع اخبار خبر خیلی بعد احیای برجام در خطر فروپاشی کامل به گزارش صبح تازه هادی محمدی خبرنگار نزدیک به وزارت خارجه که امیر عبداللهیان را در سفر به سوریه و لبنان همراهی کرده است نوشت ده روز قبل که از وزیر خارجه در مورد اختلافات باقی مانده در وین پرسیدم گفت از چهار موضوع اختلافی میان ایران و آمریکا دو مورد باقی مانده حالا با سخنان دیروز به نظر میرسد مورد دیگری هم حل شده و احتمالا تنها اختلاف خروج برخی افراد و نهادها از فهرست تحریم آمریکا باشد. اخراج ایرانیان از ترکیه 80 هزار ایرانی در مرز اخراج از ترکیه ترکیه قصد دارد قانون محدودیت عقص و تمدید اقامت موقت توریستی اتباع خارجی را که با شروع همهگیری کرونا معلق کرده بود دوباره اجرا کند اقامت 80 هزار ایرانی در ترکیه از نوع موقت و توریستی است و این افراد در پی اجرای قانون جدید یا باید در ترکیه سرمایه گذاری کنند یا از این کشور بروند در سال 2019 تغییراتی در قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی ترکیه به وجود آمد که به موجب آن عقص و تمدید اقامت توریستی یک ساله و دو ساله اتباع خارجی در این کشور محدود می شد. بر اساس این مصوبه قرار بود تسلیحات عقص و تمدید اقامت موقت توریستی فقط به اتباع کشورهای اروپایی، روسیه و چین اختصاص پیدا کند. سفر بیلینکن به منطقه برای گفتگو درباره پرونده ایران آنتونی بیلینکن وزیر خارجه آمریکا امروز شنبه 26 مارس سفر چند روزه خود به خاورمیانه و شمال آفریقا را آغاز می کند. بلینکن در این سفر خود به اسرائیل سرزمین های فلسطینی مراکش و الجزایر سفر کرده و درباره موضوعاتی مانند پیامدهای جنگ روسیه علیه اوکراین پیامدهای دستیابی به توافق احتمالی با ایران در وین و تلاشها برای گسترش دامنه پیمان های ابراهیم گفتگو خواهد کرد. به گفته وزارت خارجه آمریکا این رای زنی ها فردا آغاز شده و یایل لاپید وزیر خارجه اسرائیل اولین میزبان بیلینکن در این سفر خواهد بود مقاماتی از امارات متحده عربی بحرین و مراکش نیز در این دیدار حضور خواهند داشت این کشورها در سال 2020 توافق های برقراری روابط دیپلماتیک با تل امضا کردند آنتونی بیلینکن در سفر خود به اسرائیل با نفتالی بنت نخست وزیر بنیگانس وزیر دفاع و اسحاق هرتزوگ رئیس وگرنه اسرائیل نیز دیدار خواهد کرد ائتلاف عربی منابع تهدید در صنعا و در را هدف قرار داد ائتلاف عربی حامی دولت قانونی یمن اعلام کرد که در پاسخ به حملات پهپادی به مراکز نفتی و تهدید امنیت جریان بین المللی انرژی حملات هوایی علیه منابع تهدید در صنعا و در را آغاز کرده و این عملیات تا تحقق اهداف مورد نظر ادامه خواهد داشت ائتلاف تاکید کرد که هدف حملات اخیر به مواضع حوثی حفظ منابع انرژی و زنجیره تامین بوده و شبه نظامیان حسی مسئول افزایش سطح تنش ها هستند سرتیب ترکی المالکی سخنگوی اطلاع اشاره کرد که شب گذشته سامانی دفاع هوایی سعودی دو پهپاد انفجاری شلیک شده از مناطق شهری و نفتی الحدیده در غرب یمن به سوی خاک سعودی را رهگیری و منهدم کرده است اعتلاف از غیر نظامیان خاص به تاسیسات نفتی در الحدیده به عنوان منبع تهدید و محل شلیک پهپاد نزدیک نشوند و یادآوری کرد در حملات اطلاف از آسیب به تاسیسات شهری اجتناب خواهد شد و قرقاش امارات و سعودی در کنار هم به چالش ها پاسخ خواهند داد انور قرقاش مشاور رئیس دولت امارات متحده عربی پس از حمله حوثی ها به تاسیسات نفتی آرامکو در جده بر حمایت کامل ابوظبی از ریاض تاکید کرد قرقاش شنبه 26 مارس با اشاره به آینده و اهداف مشترک دو کشور در صفحه توییتر خود نوشت امارات در تمام شرایط همراه برادران سعودی خواهد بود و دو کشور تقابل با چالش های مشترک را به واقعیتی عینی تبدیل خواهند کرد او افزود با همکاری و هماهنگی یکدیگر و با هدف تضمین امنیت و ثبات مشترک خیش برابر چالش ها و تهدیدها خواهیم ایستاد ممنون از همراهیتون به این بخش خبری برای حمایت از ما کانال یوتیوب بامداد ایران رو سابسکرایب نموده و در شبکه های اجتماعی ما رو همراهی کنید